الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. خداوند مهربان، در عطا کردن فیوضات معنویات که آباد کننده دنیای انسان، نه به معنای اینکه کاخی، باقی، راقی، ثروت میلیاردی نصیب انسان بشه، بشه آبادی دنیا. این آبادی دنیا طبق یکی از آیات سوره نحل حیات طیبه است، یعنی زندگی که آمیخته به آلودگی مالی و اخلاقی و عملی نیست. حیات طیبه، حیات انبیاء الهی بود، حیات ائمه طاهرین بود، حیات اولیاء خدا بود و حیات شما مردم مؤمن. این حیات طیبه درش معیشت هم هست، کسب هم هست، تجارت هم هست، اما نجس به مال حرام نیست. یعنی طبع اونایی که دارای حیات طیبن فراری از حرامه، کمش، متوسطش، زیادش. اگر طبق بعضی از روایات بهتون بگم از حلالش هم فراری هم، باور بکنید. نه فراری که گرسنه و برهنه و تشنه و بی خانه بمونن، نه. دو تا نمونه براتون میگم. فراری از حلال، یه نمونه حضرت سلیمان که
که همه تون میدونید طبق قرآن مجید یه حکومت بی نظیری براش اتفاق افتاد. باد در فرمانش بود. قرآن میگه مرکبی داشت که میخواست از شهری به شهر دیگه بره که یک ماه طول میکشید. به باد امر میکرد میافتاد زیر این دستگاه میبردش بالا، از رو هوا حرکت میکرد. سفر یک ماه رو صبح میرفت و غروب میرسید. حالا شما اسمشو بزن هواپیما، ما از اون تاریخ خیلی دوریم. تو روایاتم توضیح مفصلی داده نشده، قرآن هم خبرشو فقط میده، اینکه چی بوده، اتاقی بوده، موتور داشته، با باد حرکت میکرده. نمیدونیم. قهرمانان جن در اختیارشونه، براش غواصی میکردن، ساختمون میساختن، وسائل مهم آشپزخونه درست میکردن، معماران فوق العاده ای هم براش کار میکردن که ساختمان های عظیم بیت المقدس رو ساختن. پرندگان هم در اختیارش بود که تو سوره نمل حیوانات هم باش حرف می زدن، ایشون هم جواب می داد. در قرآن علمنا منطق طیر، پرندگان باش حرف می زدن، می فهمی چی می گن؟ ایشون هم با پرندگان حرف می زدن. این حکومت و یه حکومتی هم بود که در اون حکومت جنگ اتفاق نیفتاد. یه مملکت، یه ملت بسیار آرامی داشت. ثروت منطقه هم خیلی سرشار بود، خزانه پر. خب این مملکت رو میگردن، اما یه بخش از وقتش رو گذاشته بود برای زنبیل بافی. بلد بود، هنرش رو داشت، از این زنبیل های دستدار با چوبای نرم که مردم مینداختن رو شونه‌شون، می‌رفتن خرید می‌کردن، بار جا به جا می‌کردن. یه چند تا زنبیل می‌بافت و دستم بروش می‌ذاشت و به قیمت معمولی بازار زنبیل فروشا می‌فروخت، زندگی خودش و زن و بچه‌ش رو اداره می‌کرد. این زحمت سنگینی که در حکومت میکشید مگه حقش نبود از بیت المال مزد برداره، حقوق برداره؟ این حقو که خدا قرار داده بود، میتونه سر برج 7000 دینار حق زحمات حکومتی برداره، بر نمی داشت.
تا زمانی که حکومت دشت و مرد زنبیل می بافی، هیچ هم آر نداشت از زنبیل بافی که حالا من اعلی حضرت قوی شوکت معدلت گستر دارای چنین حکومت عظیمی هم بیشونم زنبیل ببافم. اینم شد کار. آبروریزی نیست؟ نه. خیلی راحت بودن انبیل، خیلی. بعضی از پیغمبران اولی العزم شخصا چوپونی میکردن. یکم پیغمبر اکرم یه بخش جوانیشو چوپان، خیاط بودن بعضی از انبیا تو قرآن. علمناه و صنعت لبوس، خیاطی لباس دوزی یادشون داریم. الان خیلی از نسل متمدن شدن و درس خونده شدن و برای خودشون شخصیتی قائلن زیر بار هر کاری که به نظرشون معمولیه نمیرن و میگن آره ننگیه. یکی از چهره‌های بزرگ راویان شیعه، خیلی بزرگ، خیلی هم، دو تا امام ما بهش علاقه داشتن، حضرت باقر و حضرت صادق، اهل کوفه بود. اومد گفت آقا وضع مادی من به هم پیچید. فرمود یه جا که مزاحم کسی نباشه، یه قطع زمینی که مالکی نداشته باشه، میوه بریز بفروش. اگرم لازم بود داد بکشی، داد بکش که رونده ها صداتو بشنون بدونن جنس فروشی داری. او چش خیلی آدم بزرگی بود و اومد همین کارو کرد. خداوند گشایشی براش ایجاد کرد. غروبم که میشد اهل نشستن تو دربار و جمع کردن وزیر و وکیل و ثروتمند و این حرفا نبود. عادت داشت غروب در معبد نماز بخونه. حالا به زبان زمان ما مسجد. میگشت تو این محله های پایین فلسطین، محله های کهنه، محله های فقیرنشین با یه لباس معمولی که از اون لباس هم آروننگ نداشتش. می اومد تو مردم، بعضی شبا بغل دستیش می دیدین خیلی آدم سنگین و رنگینیه، خیلی آدم با ادبیه، وجود شیرینه. می گو بپرسم کیه، آدرسش کجاست، رفیق شم با. آقا ببخشید اسمتون؟ میگفتش که مسکین اون من المساکین. اسم دیگه ندیدیم؟ نه. حقیقت وجود من و همه مسکین اون من المساکین. خیلی خوب، مسکینون من المساکین، آدرست کجاست؟ میگم منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم.
آدرس من خاک، من نبودم که، اول خاک بود بعد خداوند متعال یه سفری یه حرکتی به خاک داد تا رسوندش به نطفه. من یه مدتی مهمون بابام بودم، یه مدتی نطفه اومد مهمون مادرم شدم، آفریده شدم. اینم آدرس من. چقدر فروتنی خوب، چقدر خوب آدم خودشو کسی ند، چقدر خوبه که آدم در تمام برنامه هاش متکی به پروردگار باشه، همش بگه خدا، بنده خدام، نمک خور خدام، روزی خور خدام، مخلوق خدام، تو این دنیا مهمون خدام، بعد مدتی هم مهمون خدا در برزخم، بعدم مهمون خدا در قیامت در بهشتم، مهمونم، هیچی نیستم، کسی نیستم. پیغمبر می‌فرماید هر کی این حالت رو داشته باشه عالی ترین مرحله عبودیت رو داره، عالی ترین. خب از حلال فراری. یکی دیگه از اونایی که از حلال فراری بود امیرالمومنین بود، 4 سال و 7 ماه کوفه حاکم بود. اگه تو نقشه نگاه کنید کشور اون روز امیرالمومنین 12 برابر کشور فعلی ایران. از تمام مناطق حکومتش زکات و مالیات و خمس میومد کوفه، شطور شطور بار میومد. اما از حلال فراری بود، یه شب نماز مغرب و عشاش و مسجد کوفه خون، اومد بره خونه، قصاب میخواد چراغشو خاموش کنه بره به حاکم اون مملکت پهناور، گفتش که یه 2 کیلو دیگه گوشت مونده علی جان، اینو بیا ورد و ببر خونتون. فرمود پول ندارم. اونایی که علی رو دیده بودن باور میکردن گفته پول ندارم. ما که 1500 سال باهاش فاصله داریم سختمونه باور کنیم که حاکم اون مملکت پهناور پول 2 کیلو گوشت نده. نه نداشت. گونسیه به قصاده گفت شکمم با من رفیق تره تا تو، چون من الان به شکمم وعده میدم اگه گوشت گیرم اومد بهت میدم. اونم با من رفیق، میگه باش، اما نمیتونم به تو وعده بدم که پول گوشت تو یه ما دیگه میدم، شاید نرسید بدم. بعد تو منو میبینی قیافتو در هم میکشی، یعنی علی چرا پول ما رو نمیدی؟ حال چرا پول نداشت؟ یه تعداد درخت خرما داشت مدینه، خودش کاشته بود. روزی که از مدینه حرکت کرد و میدونست دیگه به مدینه بر نمیگرده، میاد کوفه و کوفم شهید میشه. به کارگزار مدینهش گو هر سال تا من زندم خورماها که رسید بفروش پولش کن.
بر من بفرست کوفه. پول که می اومد کوفه به پول نگاه می کرد که ببینه یک سال تا خرمای دوم برسه خرج بکنه چجوری باید خرج بکنه که کسی قرض نگیره. چجوری؟ شما در اولین آیه سوره انفال هم میخونید یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول و ذی القربا از معدنها، غنیمتها، جنگلها، دریاها از تو میپرسن اینا ملک کیه؟ جواب بده اینا ملک خدا و ملک پیغمبر و ملک اهل بیت. اینو که دیگه خدا ملکش کرده بود فراری بود. شبی هم که ضربت خورد تو مسجد کوفه به امام مجتبی فرمود حسن جان خیلی من صرف جویی کردم 600 درهم که میشد 60 دینار جمع کردم خواستم یه چیزی بخرم که کشتم. اینم بعد من مالی شما هر کاریش میخوان بکنم. حیات طیب، حیات بدون آلودگی، زندگی بدون آلودگی، زندگی بدون حرام مالی، بدون اخلاق شیطانی، بدون عمل ابلیسی. این زیباترین حیات. نتیجه این حیات در قیامت خدا می‌فرماید فی عیشت راضیه. اینا در یه زندگی قرار میگیرن که از اون زندگی با همه وجودشون خوشنودن. خب بریم اول مطلب. اگر من حوصله کنم، تحمل کنم، ظرفیت نشون بدم، حیات طیبه برای خودم مقرر بکنم، اول این کارو باید کرد. فیوضات الهیه به من میرسه، دنیای منو به این شکلی که دنیای سلیمان و امیرالمؤمنین بود آباد میکنه، آخرت رو هم خیلی آباد میکنه. این راهی گرفتن فیوضات چاله در قرآن مجید جاده هایی که باید طی کرد و فیوضات الهیه رو گرفت بیان میکنه. اگر شما این گونه بشین میشین محبوب الله، خدا میشه حبیبشون، او میشه محب، شما میشید محبوب. محبوب تمام درهای فیوضات به روش باز میشه. خب چجوری محبوب خدا بشه؟ من یه چند تا نور رو براتون اسم ببرم. کامل دقت بفرمایید این چند تا نور رو. الله نور السماوات و الارض، نور الله یک. انزلنا الیکم نورن مبینا، یعنی قرآن. خدا نور، قرآن نور، پیغمبر تا امام زمان هم بنا به
فرموده حضرت هادی در زیارت جامع نورن خلقکم الله انوارن. ایمان هم نوره، نور. یه جوون 27 ساله از جلو مسجدش رد می شد، یه پوست خشک گوسفند و که دباغی هم نشده بود به جای پیرن پوشیده، دوتا سوراخ توش درست کرده بود که دستاش از دوتا اون سوراخ بره بیرون، این پوست بمونه روش. 27 سالش بود، پدر بت‌پرست، مادرم بت‌پرست، آخرشم پدر مادر آدم نشد. ولی این از یه ثروت هنگفت مکه که مال پدر و مادرش بود فرار کرد، اومد مدینه. پیرن نداشت بپوشه جوونا، اونم همسن شما بود، اونم کپسول شهوت بود. یه پوست خشک گوسفند و کارگری کرده بود، ارزون خریده بود، دوتا سوراخ بهش کرده بود، دستشو کرده بود توش، تو اون گرمای مدینه پوست رو پوشیده بود. پیغمبر طبق روایت اصول کافی یه نگاه بهش کرد، به مردم گفت هازا رجلون نور الله قلبه بل ایمان. خدا با ایمان دل این جوان رو سخت روشن کرد. خیلی هم پیغمبر دوستش داشت، خیلی هم خدا دوستش داشت، اونم هم نوع شما بود، نه پیغمبر بود، نه امام بود، نه معصوم بود، تو دامن یه پدر و مادر مشرک بود، پدر مادر هم یه پسر رو داشتن، خیلی دلشون تنگ شده بود، به عموی پسری گفتن برو مدینه دستشو بگیر مردی بیار. مدینه تا مکه 80 فرسخ راه بود، قبلا من اون راه رفته بودم. عموه اومد پیش پیغمبر گفت آقا مادرش داره دق میکنه، باباش مریض شد، بچه رو بده من ببرم. پیغمبر فرمود کار این بچه دست من نی، دست خداست، خدا اجازه بده ببرش. جبرئیل اومد گفت آقا خدا میفرماد اینو پیش خودت میگرد، نمیخواد. یعنی خدا گو بس پیش من بمون. تو جنگ احدم کنار حضرت حمزه شهید شد، قبرشم چسبیده به قبر حضرت حمزه. نور، ما استعداد انعکاس نور الله، نور قرآن، نور اهل بیت و نور ایمان و نور علم، العلم و نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، نور اخلاق، نور عبادت، از صلات و نورون و نور عمل صالح رو داریم که همه این نورها در آینه وجود ما تابش پیدا بکنه، طلوع کنه. اون زمان ما میشیم مستعد برای گرفتن فیوضات الهی. و زندگی عجیبی هم پیدا میکنه. خیلی حرف در این مطلب هست، خیلی،
شما دنبال این نور میگردین، خدا داره آدرس میده که این نور رو چجوری به دست بیارین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، خدا رو مراقب خودتون بدونید، کار زشت نکنید، اتقوا الله و آمنوا برسوله، پیغمبر منو به عنوان معلم دنیا و آخرتتون باور کنید. یعتکم کفلین من رحمته، من دو تا رحمت بهتون میدم، یه رحمت در دنیا، یه رحمت در آخرت. و یجعل لکم نورن، این قرآن تمشون به خودم نوری براتون قرار میدم که با اون نور در بین مردم زندگی کنید. نور الله، نور قرآن، نور معرفت، نور ایمان، نور علم، نور اخلاق، نور عمل صالح. این نور رو که بهتون دادم، و یغفر لکم ذنوبکم، تمام گناهان گذشتتون رو بعد عطا کردن این نور میبخشم. ان الله غفور رحیم، من بسیار آمرزنده و بسیار مهربانم. حرفمو تا اینجا تموم کنم، دنبالش و فردا شب با لطف او، با عنایت او، با خواست او ادامه بدم، در این که خیلی دلمون خوش بشه، شاد بشیم، سبک بشیم، از خستگی زندگی روزمره در آیم. یه روایتی رو براتون بخونم، مدرک این روایت اول در اصول کافیه، بعدم در کتابای دیگه‌مونه. گفتارم گفتار پیغمبر اسلامه. ان الله تبارک و تعالی ينزل ملکاً الی السماء الدنیا کل لیلة فی الثلث الاخیر و لیلة الجمعه فی اول اللیل، خدا هر شب یه فرشته ای رو میفرسته نزدیک دنیا، هر شب. کی میفرسته؟ دو سوم از شب که گذشته باشه، یه دو ساعت مونده به نماز است. مثل این که پیغمبر این حرف رو زده که این ملک یکی دو ساعت مونده به نماز صبح میاد، بیدار باشه، یه رو اداده، یه نیم ساعت. اون ساعت، ساعت بسیار پر قیمتی. اما شب جمعه از اول شب میفرسته، یعنی اول اذان و اذان مغرب و عشا، اول اذان مغرب و عشا. این هم خصوصیت شب جمعه است، که حالا مغرب 6:10 بوده، این فرشته از 6:10 اومده تا صبح هم هستش. فیعمرو، به این فرشته امر میکنه برو و نسبت به بندگان من صدا بزن، فریاد بزن. چی بگو؟ هل من سائل فاعطی، تا
تهی دستی هست امشب، فقیری هست امشب، بیاد پیش من فعوتی، من بهش عطا کنم. نه اینکه در آسمون باشه بیفته تو دستم، نه، یه زمینه ای رو براش فراهم میکنم که من حیث لا یحتسب مشکلش حل میشه. تو همین شهر تهران یه کسی رو میخواستن بیرونش کنن از خونهی که مستأجر بود. صاحب خونه بهش گفت فردا خونه رو خالی کن. روز پنجشنبه مثل نماز صبحش رو خون، اساساش رو عبور تو کوچه، زن و بچهش هم عبور تو کوچه. که دیگه حرام بود من اونجا بیشنم، صاحب خونه راضی نبود. یکی از دوستان خوبش که حالا من به یه واسطه به اون وصل بودم، خدا رحمتش کنه این دوستشم، به من گفت، بهش گفتش که با این زن و بچه با این اساسایی تو کوچه میخوای چیکار کنی؟ گفت کلید حل هست. گفت کلید حل چی؟ گو امشب شب جمعه است، دعای کنه. روز جمعه یه کسی اومد بهش گفتش که دو تا خونه دارم، یکیش خالیه، این کلیدش، زن و بچه تو بیار نشوندی، بیا محضر به نامت کنه. فقیری هست امشب، تهی دستی هست، سائلی هست، بیاد پیشم عطا بکنم. بیش حل من طائبه، به بندگان من بگو، صدا بزن توشون، آیا گناهکاری هست امشب توبه کنه؟ فعتوب و الیه، تا من توبش رو قبول کنم، بپذیر. هل من مستغفرن، کسی هست از من طلب مغفرت بکنه، فاغفر له، من بیامرزمش. دست حاجت شبری تو بوستانه پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود، هیچ خواهنده. ما خیلی خدا رو نمی‌شناسیم، ای کاش خودش یه لطفی میکرد خودشو به ما میشناسون. بعد این فرشته میگه یا طالب الخیر اقبل، ای کسی که خواهان خیر از خدایی بود و بیا، یا طالب الشر ای کسی که دنبال گناهی اقصر، کوتا بیا، خوب نی. این پیغام پروردگار به این فرشته نمیگه برو با لگد بزن تو کله گناهکار، برو جانشو بگی. میگه بهش بگو گناهکار کوتا بیا، چقدر مهربون خدا، چی کار کنم کوتا بیام، خودت باید کمک کن. خودم نمیتونم کوتا بیام.
آلودگیم خیلی فدای از آل یونادی به هازا. همینجوری پشت سر هم صدا میکنه تا فجر سپیده اول طلوع کنه. فعضا تل الفجر آد الى محلهی من ملکوت سما، بر میگرده سر جاش. این برنامه مفصل ترم اتفاق میفته. اینه، این دیگه واسطش فرشته خودشه، یعنی این ندای وجود مقدس خودشه، یعنی صحبت خودشه، صدای خودشه. علا عبد مؤمن، آیا بنده مؤمنی نیست؟ یدعونی لآخرتهی و دنیا، که برای آبادی دنیا و آخرتش با من حرف بزنه. قبل طلوع الفجر، پیش از این که سپیده بزنه، فعجیبه، من جوابشو بدم، معطلش نکنم. همچین عبدی نیست؟ چرا؟ همه ما همینیم که میگی میخوایی. علا عبد مؤمن یتوب الی من ذنوبهی قبل طلوع الفجر فاتوب علی. آیا بنده مؤمنی نیست توبه کنه؟ من پیش از این که فجر طلوع کنه توبهشو قبول بکنم. علا عبد مؤمن قد قطرت علیه رزقه فیسالن زیادت فی رزقه. امشب بنده مؤمنی نیست که سفره روزیش تنگ شده باشه، از من بخواد قبل از طلوع فجر سفرشو امضا کنم گسترده بشه. فعزید و بید و اوسع و علم علا عبد مؤمن مقمون محبوس. آیا بنده مؤمن قصدار محبوسی نیست؟ یسالونی ان اطلقه من حبسه، که تو این زندان با من حرف بزنه، من از زندان آزادش بکنم و افروج و ان گشایش براش ایجاد بکنم قبل از طلوع فجر. فانتصر له، کمکش کنم و به شکایتش که بی خودی انداختنش زندان رسیدگی کنم. از این آخری تو همه خونه ها داری، از این آخری. علا عبد مؤمن سقیم، آیا بنده مؤمن بیماری نیست؟ درد بهش رو کرده باشه. فیسالونی ان اشفی، برگرده به من بگه خدایا منو درمان، طول کشید مریض، قبل طلوع الفجر فعافی، من سلامتشو بهش برگردم. چکار کنیم دیگه؟ بخوای التماس کنی، ناله کنی. به عیسی ابن مریم فرمود یکی از صداهایی که خیلی دوست دارم صدای ناله بنده گناهکارم. پشیمون شده اومده یه گوشه داره ناله میزنه، گریه میکنه.
الهی و ربی و سیدی و مولا لعی الامور الهی که عشق و لما منها از جو و عبکی نرو کدام یک از بلاهای آیندم گریه کنم نالیم العذاب و شدت حمل طول البلا و مدت فلن سیرتنی للعقوبات مع اعدائک و جمعت بینی و بین اهل بلائی و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک دو تا چیز از امشب میخوام یک اگه من آسمانو ببری جهنم پیش اونایی که در به پهلوی زهرا زدن نبرد پیش اونایی که سر ماه رمضان فرق ولی تو شکافتن نبرم پیش اونایی که کنار مسجد بدن امام مجتبا رو تیر باران کردن نبرم پیش اونایی که جنوی زن و بچه رو سینه ی عبی ابن نانش هستن نبرد پیش اونایی که پیش دختران با محبت با چوب خیزران به لب و دندان سر بریده حمله کردن نبرد این یه درخواستم درخواست به دومم و فرقت بینی و بین احبای که و اولیای بین من و ابی عبدالله جدایی ندارم بین من و امیر المومنین و پیغمبر جدایی ندارم من یه عمری دنیا دنبال اینا دویدم قیامتم میخوام با اونا باشم فابنی یا الهی صبر تو علا عذابه فکیف است برا علا فراقه خیلی فراق سخته حالا از زبانه خواهر دوچار شده به فراق بشنوی حسین من سرت کو سرت کو که دامان بگیرم تنت کو تنت کو که سامان بگیر
سراغ سرت را من از آسمان و سراغ تنت از بیابان بگیرم. تو پنهان شدی زیر انبوه نیزه که از هنجرت بوسه پنهان بگیرم. مگر خون هلگرمت آب حیاتم که از بوسه بر هنجرت جان بگیرم. حسین من رسید کجا کار زینب که باید سراغ سرت زینو از آن بگیرم. یا باید دنبال شمر بدارم یا تو این بیابان باید دنبال خولی بدارم یا باید دنبال سنان بدوم بگم یه لحظه سر بریده شده.